و بعد هم عکس ها و فیلم های ماشین سواری هایشان تبدیل به موج فخر فروشی در اینستاگرام می شود. ماشین در همه جای دنیا یکی از بهترین ابزار نمایش ثروت است. آخر آدم خانه اش را که نمی تواند بیاورد وسط خیابان تا همه ببینند او چقدر پول دارد. اما ماشین کار را خیلی راحت می کند. در بازار خودروی ایران که قواعد حاکم بر آن بسیار متفاوت از نقاط دیگر دنیاست، مردم باید برای خودروی بیکیفیت داخلی حداقل دو برابر قیمت تمام شده جهانی آن را بپردازند، چون شعار حمایت از تولیدات داخلی داده می شود. اما خودروهای لوکس خارجی با قیمتهای نجومی سر از خیابانهای بالای شهر در می آورند. خودروهای مانند فراری 458 ایتالیا با 25 میلیارد تومان و مرسدس بنز SLS AMG با حدود 15 میلیارد تومان. قبول کنید که برای ماشین این مبالغ کمی نیستند. در حالی که حالا دیگر تعداد جوانهایی که پراید 50 میلیون تومانی برایشان تبدیل به آرزوی بزرگی شده سر به فلک کشیده است. بنزینی که در دور دور کردن این خودروها فقط در دو روز آخر هفته در تهران مصرف می شود حدود 1 میلیون لیتر برآورد شده است که بیشتر از مصرف روزانه بسیاری از استانهای کشور مانند ایلام است. جای مناسب دیگر برای خرج کردن پولهای بادآورده در شمال شهر تهران آرایشگاه ها هستند. سالن‌های زیبایی با قیمت‌های میلیونی، جاهایی که یک کوتاهی مو برای اعضای قبیله از ما بهتران 800 هزار تومان به بالا تمام می‌شود. آرایشگاه‌های زنانه قیمت‌های بسیار بالاتری دارند. دلیل شهرت آنها میکاپ آرتیست‌هایشان هستند. کسانی مانند امیا اوزولو که محله‌های مرفه‌نشین استانبول را رها کرده‌اند تا در محلات بالای شهر تهران درآمد بسیار بیشتری داشته باشند، درآمدی که احتمالاً هیچ وقت نمی‌توانستند در ترکیه به دست بیاورند. هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون هم به این حرفه به چشم یک سرمایه‌گذاری پرسود نگاه می‌کنند.